شوهری بخیل و یا متهم بر آن. بخیلی این خلق پست است و بخیل انسان است که مال خود را در کارهایی که صرف آن لازم است و یا لازم نیست منع میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم و الله سبحانه و تعالی از بخیلی و خسیسی پناه میجستند و میگفتند که اللهم اینی اعوذ بک من البخل، بر الها هر آینه من به تو از بخیلی پناه میجویم. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و به تحقیق شوهر به اهل خود در مالش بخیلی و خسیسی میکند و آنها را از رزقشان منع میکند و یا آن واجباتی که به گردن او است به اهلش نمیدهد مگر با مشکلی و مشقت ها. پس اهل آن همچون اسیر همراه او زندگی میکنند. پس شاید آن زن به سبب چنین بخیلی شوهر خود سخنچین گردد و مصیبت آن آیله روز به روز بزرگتر گردد. و اینچنین در بسیار آیله ها شوهران از طرف همسر خود متهم به بخیلی و خسیسی می شوند و آن شوهران برای به این تهمت نافتادن باید به آنها طلبات همسرانشان را لبیک بگویند و به زبان خود کلمه نیرو نگیرند و در این حالت همسر از او راضی گردیده او را در همه جا تعریف کرده بگوید که شوهر من شوهری خیلی مهربان و عطا کننده است و هیچ شک نیست که این عمل به مرد خطری بزرگی دارد و سبب بسیار مشکلی های بین زن و شوهر می شود. و می دانیم که شوهر وظیفه دار است با نفقه کردن به فرزندان و همسر خود تا آنها را تأمین بکند، لیکن این همه حد و حدود دارد. حدودی که الله سبحانه و تعالی آن را به ما بیان کرده است این است که در قرآن فرمود صاحب دارایی باید که از دارایی خود خرج کند و آن کس که رزق بر وی تنگ کرده شد باید از آن چی خرج کند که الله به او داده است. الله هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به اندازه آن چی که به او داده است. الله سبحانه و تعالی بعد از تنگ دستی آسایش را پدید خواهد آورد. سوره طلاق آیه 7. و اینچنین شوهر وظیفه دار است که در نفقه زن و فرزندان خود میانه باشد، نه سختگیر و نه بی عقلانه رفتار بکند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود و دست خود را بر گردن خود بسته مکن، یعنی از بخیلی و خسیسی، و آن را به تمام کشادن مکشا، یعنی رافکاری، نه آنگاه ملامت کرده شده ای، یعنی در صورت بخیلی، در مانده گشته یعنی در صورت اسرافکاری بینشینی. یعنی حال بخیل به مانند حال کسی است که دست وی بر گردنش بسته باشد و توانی صرف مال را نداشته باشد. پس نه دستت را بر گردنت ببند و نه اسرافکار باش، زیرا سبب فقر تو گردد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه در بیان سبب نزول این آیت کریمه میگویند که پسر بچه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت مادرم از شما این و آن را میخواهد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند امروز در نزد ما چیزی نیست. پس کودک گفت پس مادرم از شما میخواهد که بر او لباس بدهید. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس خود را از تن مبارک خیش بیرون آورده به او دادند و خود در مانده در خانه نشستند. پس این آیت کریمه نازل گردید. این آیت رد بر قول کسانی است که میگویند انسان مؤمن باید تمام مالش را انفاق کند و هیچ چیز را برای فردای خود ذخیره نکند. در حدیث آمده است که کسی که میانه روی را پیشه خود کرد فقیر نگردد. پس زن صالحه نگهبان مال شوهر خود است، مادامی که شوهرش در نفقه آنها کوتاهی نمی کند. و حتی خواهیم که آیله ما خوشبخت و در امان زندگی بکنند، شوهران باید در نفقه اهل خود کوتاهی نکنند و به قدر تواناییشان با آنها نفقه بکنند، مهربان باشند، نه به عقلانه در مال اسرافکاری بکنند. و اگر به اسرافکاری آیله خود راضی باشد به حیاتش تأثیری بدی دارد که در آخر نفس خود را ملامت میکند. زن صالحه شوهر خود را به آن چیزی که شوهرش عطا میکند بر آن قناعت میکند، از او چیزی بسیار طلب نمیکند و چشم خود را به زینت دیگر زنان دراز نمی کند. با همین سبب خانه خود را آباد می گرداند.